سرخط خبرها. مبادله اعضای زندانی طالبان با دو گروگان آمریکایی و استرالیایی. دولت افغانستان دو فرمانده طالبان و برادر رهبر شبکه حقانی را آزاد می‌کند. جهاد اسلامی فلسطین هدف حمله‌های همزمان اسرائیل. فرزند رهبر سیاسی و فرمانده نظامی جهاد اسلامی در دمشق و غزه کشته شده. وزنه‌برداران صدرنشین فهرست دوپینگ ایران از 30 نمونه مثبت 8 نمونه متعلق به رشته وزنه‌برداری. رئیس جمهوری مستعفی بولیوی به مکزیک پناهنده شد. اوا مورالس میگوید با قدرت و انرژی بیشتری برمیگردد. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که انس حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی و دو زندانی دیگر این شبکه را در ازای آزادی دو استاد دانشگاه آزاد می‌کند. شبکه حقانی متحد گروه طالبان در شماری از حملات مرگبار در افغانستان دست داشته. محمد اشرف غنی گفته امیدوار است که آزادی این سه نفر راه را برای گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان باز کند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. تاسو لسخت و ضروری تصمیم څخه رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت تصمیم رهایی انس حقانی سخت و ضروری بوده. دولت آقای غنی اما دو هفته پیش گفته بود رهایی انس حقانی خط سرخ دولت و مردم افغانستان است. آقای غنی این آزادی را مشروط خواند. تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها شدند. تصمیم امروز آقای غنی دو هفته بعد از سفر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان اعلام می شود. همان زمان گفته شد سفر خلیلزاد به خاطر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان بوده. در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم های سخت و جدی را میزداریم. کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس آمریکایی در سال 2016 توسط افراد مسلح در کابل ربوده شدند. منابع آمریکایی معتقد بودند که شبکه حقانی این دو نفر را به صورت گروگان نگه داشتند. هنوز نه طالبان و نه شبکه حقانی درباره رهایی این دو نفر چیزی نگفتند. انس حقانی دست راست همراه عبدالرشید عضو دیگر شبکه حقانی در سال 2014 در خارج از افغانستان بازداشت و سپس به افغانستان منتقل شدند. ده جوزا خرداد 2 سال پیش حمله مرغبار با دست کم 150 نفر کشته و 400 نفر زخمی. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. شبکه حقانی بازوی عملیاتی طالبان هم در این باره واکنشی نشان نداد، اما انفجار 4 رایی زنبق از خونین ترین حملاتی بود که گروه حقانی مسئول آن شناخته شد. فعالیت‌های خونین شبکه حقانی از جمله راه اندازی حملات مرگبار و پیچیده بارها سبب شد که شماری در افغانستان خواهان اعدام انس حقانی شوند. از این رو آزادی او با اعتراض‌های روبرو خواهد شد.
انس حقانی، فرزند جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی است. سراج الدین حقانی پسر دیگر جلال الدین، معاون گروه طالبان است. این گروه سال گذشته اعلام کرد که جلال الدین حقانی در پی یک دوره طولانی بیماری وفات کرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. فهیم دشتی، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ماست. آقای دشتی، این مبادله زندانیان چقدر برای آقای غنی هزینه سیاسی خواهد داشت؟ او داره با آزادی این سه زندانی به گروگانگیرها جایزه میده. سلام خدمت شما. بله، اگر به سخنان رئیس جمهور توجه کنیم، ظاهراً تلاش داره که توجیه بکنه این تصمیم خود را و میگه این تصمیم قوت ما را نشان میده، در حالی که دقیقاً برعکس ضعف را نشان میده، چون این تصمیم زیر فشار گرفته شده، زیر فشار ایالات متحده آمریکا. دوم میگه که این نیت ما را بر صلح نشان میده، باز هم درست نیست، به دلیل اینکه این تبادله، این تصمیم به خاطر تبادله با دو استاد آمریکایی صورت گرفته، نه به خاطر ایجاد صلح. سوم میگه که ما امیدوار پایین آمدن خشونت ها هستیم با این تصمیم، در حالی که همین امروز دو ساعت بعد از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر رهایی چند حراس افکن، کاروان نیروهای آمریکایی در نزدیکی کابل در ولایت لوگر مورد حمله قرار گرفت. حالا هر قدر رئیس جمهور خواسته باشه توجیه بکنه، بدون شک از آن نیامه در افغانستان این توجیهات را نمیپذیرن و حقیقت ماجرا را میدانن. این رو هم شما در نظر داشته باشید. به هر حال برای دولت ها، چه در افغانستان چه جاهای دیگه، وقتی در این شرایط گروگانگیری قرار میگیرن، تصمیم آسانی نیست. بدون شک تصمیم آسان نیست، ولی وقت شما حاضر میشین در برابر گروگانگیری زانو بزنین و هزینه بپردازین، به معنای ایست که شما گروگانگیری را تشویق میکنین. حالا بعد از این ممکن است ما شاهد تلاش های بیشتر طالبان یا گروه های دیگه تروریستی برای گروگانگیری باشیم و در بدلش که خواهان آزادی افراد برجسته خود شوند و این میتونه بر معادله جنگ تاثیر بگذاره، هرچند رئیس جمهور باور داره که تاثیر نمیگذاره، ولی رهایی یک فرد مثل انس حقانی که از مغزای متفکر عملات تروریستی دانسته میشه، من باور دارم که بر وضعیت امنیتی تاثیر منفی میگذاره. یک سوال خیلی سریع میخواستم بپرسم، میدونید که این تبادل کی انجام میگیره؟ زمان دقیقش گفته نشده، اعلام نشده از طرف حکومت، ولی گفته شده که این افراد به قطر فرستاده میشن. بله. و تبادله در قطر احتمالاً صورت میگیره، ولی زمان دقیق حکومت افغانستان اعلام نکرده. آقای دشتی، خیلی ممنون از شما. فهیم دشتی از کابل با ما بود. متشکرم. ارتش اسرائیل در حمله هوایی به نوار غزه بها ابو عطا، عضو ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را کشت. اسرائیل میگوید او مسئول صدها حمله به مواضعش در چند سال اخیر بوده. همزمان در حمله های جداگانه اسرائیل به خانه یکی دیگر از مسئولان گروه جهاد اسلامی، دو نفر کشته شدند. شبه نظامیان فلسطینی با پرتاب راکت سعی کردند این حمله ها را تلافی کنند. اتحادیه اروپا خواهان کاهش تنش ها شده. فیروزه اکبریان و جزئیات بیشتر. آژیر آمبولانس در دل شب در نوار غزه. آمدن آمبولانس البته افاقه نمی کند و کار برای بها ابو عطا، عضو ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی، از کار گذشته. اسرائیل او را بمب ساعتی توصیف می کرد و حالا با حمله هوایی این بمب را از کار انداخته است. همسر ابو عطا هم در حمله هوایی اسرائیل به خانه آنها کشته شد. چند نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید ابو عطا مسئول چندین حمله به خاک اسرائیل در ماه‌های اخیر بود. به گفته اسرائیل او هوای حمله‌های قریب الوقوع دیگری را هم در سرش داشت. و این نخست وزیر اسرائیل که میگوید کشورش به دنبال تنش نیست و تنها از خودشان محافظت می‌کنند. کل میشه خوشب
هر کسی که فکر میکنه میتونه به شهروندان ما حمله کنه و از دست ارتش ما جون سالم به در ببره در اشتباهه. ما ثابت کردیم که میتونیم هر جایی که تروریست ها مخفی شده باشن اونها رو هدف قرار بدیم. هر کسی که به ما صدمه ای بزنه ما به اونها صدمه میزنیم. اسرائیل همزمان با حمله های موشکی خانه اکرم العجوری رهبر سیاسی گروه جهاد اسلامی فلسطین را در دمشق هدف قرار داد. یکی از شدیدترین حمله های نیروهای اسرائیلی در ماه های اخیر. دو نفر کشته شدند از جمله پسر آقای عجوری. ساعت 4 صبح صدای 3 انفجار رو شنیدیم. شیشه ها پایین ریختن و در از جا در اومدن. به چشم خودم جنازه دو نفر رو دیدم. ماشینا و خونه های زیادی هم داغون شده بودن. نیروهای فلسطینی برای تلافی وقت تلف نکردند. آنها با پرتاب راکت به خاک اسرائیل واکنش نشان دادند. اینجا شهری اسرائیلی در نزدیکی مرز با نوار غزه، یکی از نقاطی که نیروهای فلسطینی هدف قرار دادند. اتحادیه اروپا خواهان کاهش تنش‌ها شده، اما به نظر نمی‌رسد گوش شنوایی باشد. برای مردم این شهری کوچک اسرائیل در نزدیکی نوار غزه آژیر خطر به صدا درآمده. دو سال و نیمی می شد اینجا زندگی می کردیم. امروز صبح تصمیم گرفتیم بچه ها رو ببریم اورشلیم، خونه بابا بزرگ و مادر بزرگشون، جایی که بچه ها می تونن آرامش داشته باشن. بعد خودمون برگردیم اینجا و زندگی معمولمون رو از سر بگیریم. فلسطینی ها امروز مراسم خاکسپاری ابو عطا را برگزار کردند. مردی که مرگش شاید کار را برای گروه جهاد اسلامی و حماس سخت کند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره مسکن در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده. در این گزارش آمده اجاره خانه در تابستان امسال در مقایسه با همین فصل در سال گذشته حدود 23% افزایش داشته. استان لرستان با بیش از 37% بالاترین تغییر را نسبت به سال گذشته داشته. در تهران هم اجاره ها نسبت به تابستان پارسال حدود 30% افزایش داشته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در توییتی از اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه انتقاد کرده و از آنها خواسته که فقط یک مورد تعهد را نشان دهند که در 18 ماه گذشته با آن عمل کردند. این توییت در واکنش به بیانیه روز گذشته این وزیران است که نوشتند به همه تعهداتشان عمل کردند و نگران تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌ها در فوردو هستند. آنها گفتند که ایران به تعهداتش عمل کند، وگرنه ممکن است که تحریم‌ها را علیه ایران برگرداند. رئیس جمهوری ایران گفته که از ابتدای انقلاب به غیر از یک دوره کوتاه فروش نفت هیچگاه تا این اندازه برای ایران سخت نبوده. حسن روحانی گفته که درآمد فعلی دولت که بخش اصلی آن را از مالیات ها و عوارض تامین می شود تنها 1/3 بودجه سال آینده را تشکیل خواهد داد. آقای روحانی گفته که باید تلاش کرد تا راهی باز شود که بتوان دوباره از درآمد نفت برخوردار شد. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در 9 ماه اول سال جاری میلادی روی 870 نمونه از ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف آزمایش کرده که نتیجه 30 نمونه از این تعداد مثبت بوده. به گزارش خبرگزاری فارس، در میان 19 رشته ورزشی وزن برداری با 8 وزن بردار بیشترین ورزشکاران دوپینگی را داشته. نتیجه تست دوپینگ 4 فوتبالیست شاغل در لیگ‌های باشگاهی هم در این 9 ماه مثبت اعلام شده. دوچرخه سواری، تیراندازی و والیبال رشته‌های دیگری هستند که آزمایش دوپینگ ورزشکارانشان مثبت بوده. مهدی رستمی خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ در دانمارک با ماست. آقای رستمپور، این تعداد موارد دوپینگ از تقریبا 900 مورد، 30 مورد، آیا زیاده یا کمه؟ درود آقای ناجی، همچنین بینندگان محترم. در رشته‌ای مثل پاورلیفتینگ فقط از 3 نفر آزمایش گرفتن که 2 تاش مثبت بوده، طبیعتاً نگران کننده است، خصوصا که میدونیم
بسیاری از داروهای مجاز که با نسخه پزشک تجویز میشه تهیهش از داروخانه ها به مراتب سخت‌تر از به دست آوردن مواد نیروزا و داروهای غیر مجاز که دیگه حتی نمیتونیم بگیم در بازار زیرزمینی، چون در طبقات باشگاه ها عرضه میشه و با این اشکال بزرگ هم مواجهه که به طور کلی یا تاریخ‌هاشون گذشته و برچسب تاریخش رو تغییر میدن، یا در ایران داروهایی که به صورت زیرزمینی و کاملا غیر استاندارد تولید میشه در بسته‌های خارجی عرضه میشه و این هم به مراتب غیر از مثبت اعلام شدن دوپینگ و بحث بی‌اعتباری در عرصه بین‌المللی که همین الان باعث شده سهمیه وزنه‌برداری ما در المپیک به 2 کاهش پیدا بکنه، خطرات جانی هم در پی داره. آمار مرگ و میر و آسیب‌های جسمی بسیار بالاست در زمینه داروهای نیروزا در ایران و متاسفانه حتی گزارش‌های منتشر شد که به طور مثال فدراسیون پرورش اندام از برخی قهرمانان می‌خواد که در صفحات اینستاگرام خودشون شرکت‌های داخلی که داروها رو به همین ترتیب بسیار مبهم تولید می‌کنن تبلیغ کنن، مثلا با گرفتن بازو و نشون دادن عضلاتشون به نوجوانان علاقه‌مند اینطور القا کنن که ما این پودرها و داروهای داخلی رو مصرف کردیم که تونستیم پیشرفت کنیم و این هم از جمله آسیب‌های مسئله دوپینگ در ایرانه. پس خیلی علنی هم داره اتفاق می‌افته. یه ایراد بزرگ دیگه‌ای که به نسبت سایر کشورهای دنیا در زمینه دوپینگ ما در ایران می‌بینیم که بسیاری از ورزشکاران صاحب نام که دهه 80 به بعد میلادی که خب بحث دوپینگ جدی شد به دلیل استفاده از مواد نیروزا محروم شدن، دچار محرومیت بین‌المللی شدن، بعضن حتی 2 دوپینگ کردن و محروم بین‌المللی و مادام العمر شدن، میان و در تیم‌های ملی یا فدراسیون‌ها پست می‌گیرن، سرمربی رده‌های مختلف سنی میشن و مسئولیت به دست میارن که این ایراد بزرگیه و متاسفانه همچنان هم میبینیم تعدادی از این افراد رو به هر دلیلی که اونو دوپینگ کرده باشن، طبیعتاً عرف رایج جهانی در عرصه ورزش اینه که از اونها در پست‌های رسمی و خصوصاً مربیگری تیم‌های ملی در رده‌های سنی پایه استفاده نشه که در این زمینه هم ما چنین مراقبتی رو نمیبینیم. به تازگی هم هادی چوپان که خودش در رقابت‌های مستر المپیا تونست عنوان ارزنده سومی رو به دست بیاره با صراحت گفت که بسیاری از فوتبالیست‌ها از میومدن سراغ من و حتی خودم به اونها تزریق می‌کردم. دیگه از این صریح‌تر نمیشه گفت که چقدر مسئله دوپینگ و استفاده بی‌رویه از داروهای نیروزا به نوعی که حتی یکی از فوتبالیست‌ها دارویی که اعلام شده اصلا به دردش نمی‌خورده، برای کسی که باید وزنه سنگین رو جابجا کنه طبیعتاً در فوتبال کارایی نداشته و به همین طریق غیر علمی غیر مجاز متاسفانه به طور بی‌رویه از داروهای نیروزا در ایران استفاده میشه. آقای رستم‌پور خیلی ممنون از شما. مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ با ما بود. متشکرم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. افغانستان برادر رهبر شبکه حقانی و 2 عضو دیگر طالبان را با 2 گروگان خارجی مبادله می‌کند. در حمله هوایی اسرائیل به غزه و دمشق فرمانده نظامی جهاد اسلامی فلسطین و پسر رهبر سیاسی این گروه کشته شدند. یک مقام شهرداری تهران اعلام کرده که از رانندگان اتوبوس در تهران تعهد گرفته شده با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه نکنند. محسن پور سید آقایی گفته بعضی رسانه‌های خارج از ایران با رانندگان شرکت واحد مصاحبه کرده بودند و به همین دلیل حراست اتوبوسرانی تصمیم گرفته که چنین تعهدی از رانندگان اتوبوس بگیرد. بهروز فراهانی عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس با ماست. میتونم از شما بپرسم که واکنش شما به این خبر چه بود؟ خب با سلام به شما. ببینید واکنش خیلی روشنه، نشون میده که رژیم دولت جمهوری اسلامی به طور بسیار جدی از ادامه تظاهرات کارگری و اینکه علارغم تمام تمهیداتی که میکنند و ترفندهای امنیتی که میزنند، این جنبش مطالباتی نه فقط در سطح رانندگان شرکت واحد بلکه در سطح نیشکر هفت‌تپه، هپکو، فولاد اهواز، همه جا در حال جریان هست.
میخواد که فشار رو روی فعالین کارگری بالاتر و بالاتر ببره. این صحبتی که شما کردید و خبری که دیدید که در کانال رسمی سندیکا منتشر شده بود، از بالاتر از اون تمام فعالین شناخته شده رو به نوبت دارن صدا میکنند و فشار رو روی فعالین کارگری دارن بالا میبرن. این نشون میده که به واقع ما باید بیشتر و بیشتر اتفاقا تبلیغ بکنیم برای این کارگران و نشون بدیم که اینها تنها نیستن و اینکه دولت جمهوری اسلامی از این واهمه داره که اینا حتی نتونن با رسانه‌های خارجی درد دل خودشون رو بکنن، باز نشون میده که چقدر این دولت شکست خورده در سیاست‌های خودش و اینکه هیچ راه کاری رو در برابر خواسته‌های این کارگرا و حقوق بگیرها نداره. به واقع فشار مدت‌ها بود که اینقدر شدید نبوده. ماه گذشته دو بار آقای رضا شهابی رو فرا خوندن، این در کانال سندیکاشون در تلگرام منتشر شده. آقای نجاتی رو دوباره به دادگاه آوردن، آقای رضوی رو هم همین جور صدا میکنن و نشون میده که ما شاهد افزایش فشار بی سابقه به فعالین جنبش کارگری هستیم و این خبری هم که شما دادین دقیقاً در ادامه همین سیاست‌های تنگ کردن فضا بر فعالین کارگری هست. چون دولت پاسخی شده؟ بله؟ ببخشید وسط حرفتون پریدم. چه شده که این فشارها اینجوری زیاد شده؟ برای اینکه در همه جایی که اعتصاب خاتمه پیدا کرده بود دوباره شروع شده. ببینید در هفت تپه دوباره اعتصابی به راه افتاده. صحبت از این است که در فولاد اهواز هم به حرکت دارن در میان و در خواستهایی که در شرکت واحد مطرح شده هیچ کدومشون بهش پاسخ داده نشده. سندیکاشون رو به رسمیت نشناختن، فعالین اخراجی رو به سر کار برنگردوندن در صورتی که مرتب به سازمان جهانی کار خبر میدن که هیچ مخالفتی با بازگشت کار اینها نیست. دولت جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از زمینه‌ها موفق نشده حتی گوشه‌ای از خواسته‌های مطالباتی کارگران رو بهش پاسخ بده و مثل همیشه با فشار امنیتی میخواد کار رو به جلو ببره که خب تا اینجا ما دیدیم که این فشار امنیتی تأثیر نداشته و این دیگه آخرین حرکتی است که میتونستن بکنن، قطع رابطه اینها با رسانه‌های خارجی که به نظر من باید سعی کرد که این رو کاملا دور زد و این رو به قول معروف فیلترینگش کرد. آقای فرانی خیلی ممنون از شما. بهروز فراهانی از انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران از پاریس با ما بود. متشکرم. رئیس جمهوری بولیوی از مکزیک پناهندگی گرفته. اوا مورالس پریشب در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات اخیر و از دست دادن حمایت ارتش استعفا کرد. او در توییتی نوشت ترک بولیوی برایش دردناک است اما با قدرت و انرژی بیشتری باز خواهد گشت. همزمان در بولیوی بین حامیان او و پلیس درگیری‌های شدیدی رخ داده. ارتش برای کنترل اوضاع به کمک پلیس آمده. باران عباسی گزارش می‌دهد. لاپاز یک روز بعد از استعفای اوو مورالس. حمله پلیس به حامیان رئیس جمهوری پیشین. کسانی که متهم به خشونت و درگیری با نیروهای امنیتی اند. ارتش برای بازگرداندن آرامش به شهر به کمک پلیس آمده. همزمان اوو مورالس با ظاهری خسته در حالی که پرچم مکزیک را بالا گرفته در راه کشوری که به او پناهندگی داده. بله. استعفای ناگهانی او یک روز پیش راه را برای سیاستمداران دیگر باز کرده. معاون رئیس سنا میگوید تا برگزاری انتخابات جدید رئیس جمهوری موقت خواهد بود. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که آرامش رو به کشور برگردونیم و تضمین‌های لازم رو به همکارانمون در پارلمان بدیم تا سر کارشون برگردن و به این ترتیب بتونیم از این بحرانی که کشور باهاش مواجه شده عبور کنیم. اوو مورالس اولین رئیس جمهوری بولیوی از نژاد بومیان این کشور که پیشتر مزرعه دار بود. اولین بار 13 سال پیش به قدرت رسید. هرچند که با فقر مبارزه کرد و باعث پیشرفت اقتصاد بولیوی شد، در تلاش برای ماندن در قدرت بسیاری از حامیانش را از دست داد. در پی پیروزی در انتخابات یک ماه پیش که مظنون به تخلفات گسترده بود، بسیاری به خیابان‌ها آمدند و در نهایت آقای مورالس با فشار نظامیان مجبور به کنارگیری و فرار از کشور شد. اما او هنوز هم در داخل و هم خارج از کشور حامیانی دارد. اینجا مقابل سفارت بولیوی در مکزیک این معترضان ارتش را به کودتا متهم کردند.
رئیس جمهوری ما از طریق صندوق رأی انتخاب شد. رفتار بیرحمانی که با او شد به ضرر کشاورزان و کارگران خواهد بود. اینجا در لاپاز در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری مردم نگران از غارت خانه ها و کسب و کارشان همه جا سنگر بستند و پلاکارت هایی که خواهان بازگشت صلح به کشورند. هر گونه تلاش برای انتقال قدرت در اینجا اما انتظار می رود با مقاومت شدید سیاستمداران از حزب اوو مورالس مواجه شود. پایتخت بولیوی حالا شهری است پر از مانع بدون اینکه راه برون رفتی در چشم انداز باشد. باران عباسی، بی بی سی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که ممکن است باز هم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد. این کمیسیون گفته بازشماری آرا در 14 ولایت به دلیل اعتراض بعضی ستادهای انتخاباتی آغاز نشده و برای همین ممکن است که این کمیسیون فردا نتواند نتایج ابتدایی را اعلام کند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. خبری تقریبا تکراری. کمیسیون انتخابات اگرچه این بار تأخیر در نتایج انتخابات را صراحتاً اعلام نکرد اما از احتمال تأخیر خبر داد. در صورت اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات در 23 این ماه یعنی فردا، این دومین تأخیر خواهد بود. از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی، کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود. 5 روز از آغاز بازشماری آرا می گذرد. اما این روند در بیش از 10 ولایت مختل شده. انگشت انتقاد کمیسیون به سوی تیم‌های انتخاباتی است. شماری از نامزدان در چند روز گذشته روند بازشماری را تحریم کردند. آنها خواستار تصفیه آرا پیش از بازشماری هستند. در حالی که اجازه بده شما نقض آزادی بیان مرا نکنید در پشت دروازه بحث مرگ زندگی است. مخالفت های نامزدان به یک طرف، کشمکش های داخل کمیسیون هم این روزها شدت گرفته، مثل پایان نشست امروز. اجازه بده بکشمید کی است از میجه. مولانا عبدالله عضو کمیسیون انتخابات وقتی خواست از خود در مقابل نامه یوناما دفاع کند، رئیس این کمیسیون و چند عضو دیگر محل را ترک کردند. او باری دیگر ادعای یوناما را رد کرد. امید و توقع من به حیث یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نمایندگی خاص سرمنشی سازمان ملل متحد این است حمایت قانونی و بی‌طرفانه نموده و از وارد ساختن اتهامات بدون سند که از سلیقه های برخی از مامورین یوناما ناشی می شود احتراز نماید. لازم به تذکر است که این نامه به نمایندگی های سیاسی کشورهای کمک کننده مقیم کابل نیز فرستاده خواهد شد. دیروز یوناما در یک نامه رسمی از برخورد نادرست مولانا عبدالله شکایت کرد و گفت که انتخابات افغانستان با چالش روبروست. چالش های اخیر آینده انتخابات ریاست جمهوری را مبهم کرده. همه انتخابات های گذشته در افغانستان با جنجال همراه بوده. اما این بار مردم انتظار بیشتری داشتند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.